امروز میخواهم درباره تعیین سن چیزها با بکار بردن پدیده رادیواکتیویته سخن بگویم. تا سده 17 هم اطلاع انسان از زمان رویدادها بر پایه ضبط آنها در مدرک‌های نوشته بود، یعنی در جایی یا کتابی آمده بود که فلان رویداد در فلان زمان پیش آمده است. اما از اونجا که خط تنها در حدود 3300 سال پیش از میلاد اختراع شده، انسان نمیتوانست برای رویدادهای پیش از اختراع خط تاریخ پرسون یا دقیقی داشته باشد. ولی حتی ثبت نوشتاری رویدادها هم ضامن این نبود که تاریخها درست نقل شده باشند. نمونه یاد کردنی آن تاریخ زادمان یا تولد عیسی مسیح است. همکنون بسیاری تاریخ‌دانان برانند که زادمان عیسی مسیح در سال چهارم یا پنجم پیش از میلاد بوده است. یعنی در تعیین زمان آن رویداد اشتباهی 4-5 ساله پیش آمده است. به هر حال انسان تا سده 17 هم تنها برای رویدادها و شخصیت‌های تاریخی تاریخ تعیین می‌کرده است، نه برای براخت‌ها یعنی ابژه‌ها یا اشیا. با پیشرفت دانش‌های فیزیکی انسان توانست از نیمه سده 17 هم با مطالعه چینه‌ها یا لایه‌های رسوبی سن نسبی ساختارهای زمین‌شناختی را برآورد کند. سن نسبی به این معنا که می توانست بگوید که لایه‌ای از لایه‌ای دیگر کهن‌تر یا جوان‌تر است، ولی نمی توانست برای آنها سن مطلق به دست آورد، یعنی بگوید که چند سال پیش پدید آمدند. این کار تا آغاز سده 20 ممکن نبود. نخستین کسی که توانست با بکار بردن قانون‌های فیزیکی سن مطلق براخت‌ها را به دست آورد، فیزیکدان آمریکایی بلترام بولتفود در سال 1907 بود. بولتفود توانست به یاری پدیده رادیواکتیویته سن سنگ‌ها و لایه‌های زمین‌شناختی را تعیین کند. رادیواکتیویته را فیزیکدان فرانسوی آنری بکرل 11 سال پیشتر در سال 1896 کشف کرده بود که آن هم داستان جالبی دارد، ولی در اینجا نمیتوانیم به آن بپردازیم. برای پی بردن به چگونگی روش بولتفود باید نخست به پدیده رادیواکتیویته نگاه کوتاهی میاندازیم. عنصرهای شیمیایی از اتم ها ساخته شدند. هر عنصر شیمیایی اتم ویژه‌ای دارد. اتم به طور کلی تشکیل شده از یک هسته که در آن ذره‌های پروتون و نوترون تنگ هم گرد آمدند و الکترون‌ها که به گرد هسته می‌گردند. پروتون‌ها بار برقی مثبت دارند. نوترون‌ها بار برقی ندارند و الکترون‌ها بار منفی دارند. اتم در حالت عادی خنثاست، زیرا تعداد الکترون‌های مداری آن برابر تعداد پروتون‌های هسته است و بار برقی الکترون و پروتون یکسان است، منتها یکی منفی است و دیگری مثبت. برای نمونه هسته کربن از 6 پروتون و 6 نوترون درست شده. می‌گوییم جرم اتمی کربن 12 است. 6 الکترون هم به گرد هسته می‌گردند. هسته آهن 26 پروتون و 30 نوترون دارد. جرم اتمی آهن 56 است. اورانیوم 238 92 پروتون دارد، 146 نوترون. اتم میتواند الکترون های مداری خود را از دست بدهد یا بر تعداد الکترون های خود بیفزاید. اینها تغییری در ماهیت آن عنصر شیمیایی نمیدهند. چیزی که عنصری را از عنصر دیگری متمایز میکند تعداد پروتون های هسته آن است. همچنین تعداد نوترون های هسته می تواند بیشتر شود، عنصر همان عنصر باقی می ماند. هسته هایی که تعداد پروتونشان یکسان است ولی تعداد نوترون های آنها فرق می کند، ایزوتوپ آن عنصر شیمیایی نامیده می شوند. برخی از ایزوتوپ ها پایدار نیستند، از خود ذره های اتمی و پرتو بیرون می دهند، تباهی می یابند و از هم وا می پاشند. این گونه ایزوتوپ ها را رادیواکتیو می نامیم. برای نمونه کربن دارای
15 ایزوتوپ است که تنها دو تایی از آنها پایدارند. کربن 12 یعنی کربنی که هستش دارای 6 پروتون و 6 نوترون است و کربن 13 که هسته آن 6 پروتون و 7 نوترون دارد. اگر مقداری عنصر شیمیایی رادیواکتیو داشته باشیم، با گذشت زمان این عنصر با بیرون دادن ذره‌های اتمی و پرتوهای ایکس یا گاما به عنصرهای دیگری تبدیل می‌شود. در این پدیده تباهی یا واپاشی، جرم آن ماده با گذشت زمان کم می‌شود. مدت زمانی که پس از آن جرم ماده به نصف مقدار آغازینش کاهش می‌یابد، نیمه عمر آن ایزوتوپ نامیده می‌شود. دوره این نصف شدن ها چنان منظم است که می توان این پدیده را برای سالیابی به کار برد، چون نیمه عمر ثابت است و به مقدار آغازین ماده رادیواکتیو بستگی ندارد. با مقایسه نسبت فراوانی ایزوتوپ رادیواکتیو به فراوانی عنصری که تولید شده، می توان سن ماده رادیواکتیو را برآورد کرد. برای نمونه، نیمه عمر اورانیوم 238 4.5 میلیارد سال است و عنصری که پس از این مدت با ترادیسش ها ترانسفورماسیون های گوناگون پدید می آید، سرب 206 است. پس اگر در آن ماده نسبت اورانیوم به سرب 50% باشد، سن آن ماده 4.5 میلیارد سال است. اگر 75% باشد، 9 میلیارد سال است. اگر 87.5% اورانیوم به سرب ترادیسیده شده باشد، سن آن ماده 13.5 میلیارد سال است. سن کهن‌ترین سنگ‌های زمین که با این روش سالیابی شده اند 4.2 میلیارد سال است. خطای اندازه‌گیری 1% است، یعنی این عدد می‌تواند 40 میلیون سال بیشتر یا کمتر باشد. در یکی از گفتارهای پیش درباره سن زمین سخن گفتم، علاقمندان می‌توانند به آن بازگردند. حال می‌رسیم به روش تعیین سن براخت‌ها از راه اندازه‌گیری کربن 14. کسی که برای نخستین بار به این کار موفق شد، شیمیدان و فیزیکدان آمریکایی ویلارد لبی بود که به خاطر آن جایزه نوبل شیمی سال 1960 را دریافت کرد. روش کربن 14 تنها برای تعیین سن براخت‌هایی به کار می‌رود که منشأ زیستی دارند، مانند استخوان، پوست، چوب و دیگرها. حتما می‌خواهید بدانید که چرا و چگونه. 78% جو زمین را مولکول‌های آزاد تشکیل می‌دهند. 21% آن اکسیژن است. جرم اتمی آزاد 14 است، یعنی هسته آن از 7 پروتون و 7 نوترون ساخته شده است. ذره‌های بارداری که از ژرف‌های کیهان یا از خورشید می‌آیند، پیوسته جو زمین را بمباران می‌کنند. این ذره‌ها پر انرژی‌اند و برخی از آنها با هسته‌های آزاد جو برخورد می‌کنند و آزاد را به ایزوتوپی از کربن ترامیدیسند که کربن 14 نام دارد، یعنی کربنی که دارای 6 پروتون و 8 نوترون است. اما کربن 14 رادیواکتیو است، تباهی می‌یابد و دوباره به آزاد 14 تبدیل می‌شود. نیمه عمر این تباهی 5730 سال است. این کربن 14 رادیواکتیو از راه تنفس و تغذیه وارد بدن جانوران گیاهان می شود. وقتی جانوری می میرد یا درختی بریده می شود، فراروند گرفتن کربن 14 و ترادیسشان به آزاد 14 به پایان می رسد. بنابراین میزان کربن 14 پس از مرگ رو به کاهش می گذرد. با اندازه‌گیری مقدار کربن 14 در استخوان‌ها یا در چوب درختان و مقایسه آن با آزاد 14 جو، می توان پی برد که از چه مدت پیش جذب کربن 14 در جانور یا گیاه متوقف شده است. روش کربن 14 بر این پایه استوار است که میزان کربن 14 در جو ثابت است. در واقع در طول سالها و صده‌ها در آن تغییرهایی روی می‌دهند، ولی فیزیکدانان این تغییرها را می‌شناسند و به کار بردن آنها اندازه‌گیری‌های کربن 14 را تصحیح می‌کنند. البته کربن 14 تنها در جو وجود ندارد، چون جو و اقیانوس خشکی با هم رابطه دارند و آنها و آن را به هم انتقال می‌دهند.
و باید این نکته مهم را هم به حساب آورد، ولی ما در اینجا وارد آن نمی‌شویم. پس اگر در براختی نیمی از کربن 14 به ازوت 14 تبدیل شده باشد، سن آن 5730 سال است. اگر یک چهارم آن باقی مانده باشد، سن آن 11460 سال است. اگر یک هشتم آن 17190 سال از عمرش می‌گذرد. و همینطور میتوان سن براخت هایی را که کمتر از 50000 سال باشد برآورد کرد با پرسونی یا دقت 50 سال. پیش از آن که ادامه دهم به نکته اشاره کوتاهی کنم. کربن 14 تنها ماده رادیواکتیوی نیست که ما در بدن خود داریم. برخی از چیزهایی که میخوریم رادیواکتیوند، مانند گوجه فرنگی، عدس و به ویژه موز، زیرا مقداری از پتاسیم آنها پتاسیم 40 است که ایزوتوپ رادیواکتیو است. اگر یک دانه موز را به 1,000,000 تکه بخش کنید، 120 تکه آن رادیواکتیو است. کاربرد کربن 14 برای اندازه‌گیری سن براخت‌ها نه تنها در مطالعات تاریخی انقلابی پدید آورد، بلکه این امکان را ایجاد کرد که بتوان سن براخت‌های پیش از تاریخ را هم تعیین کرد. فزون بر اینها، سند راستین را از سند جعلی بازشناخت. برای نمونه در سده 14 هم در ناحیه شامپاین فرانسه پارچه کتانی زرد شده‌ای پیدا شد که می‌گفتند کفن عیسی مسیح است. درازای پارچه بیش از 4 متر و پهنایش بیش از 1 متر است. روی آن تصویر چهره محو شده مردی دیده می‌شود با نشانه‌هایی از خونریزی در برخی جاهای پارچه. ادعا می‌شد که اینها اثرهای چهره و پیکر به صلیب کشیده عیسی‌اند که به آسمان رفته است. در همان زمان، یعنی در سال 1357 میلادی، اسقف تروا پس از بررسی پارچه آن را معتبر ندانست و توصیه کرد آن را به همگان نشان ندهند. 30 سال بعد جانشین او هم به همان نتیجه رسید. بیش از 600 سال بعد پس از اختراع عکاسی در سال 1898 از آن عکس گرفتند. نگاتیو این عکس‌ها چهره آن مرد را به طور روشن‌تری نشان می‌داد. همین باعث شد که طرفداران تعلق آن به عیسی مسیح جنجال به راه می‌اندازند و در ادعای خود پافشاری کنند. سرانجام در 21 آوریل 1988 واتیکان نمونه‌هایی از این پارچه را در اختیار 3 آزمایشگاه گوناگون اروپایی گذاشت تا از راه اندازه‌گیری کربن 14 سن آن را بیاترمند تعیین کنند. هر 3 آزمایشگاه به یک نتیجه رسیدند. این پارچه در بین سالهای 1260 و 1390 بافته شده است، یعنی 13 تا 14 سده پس از عیسی مسیح. نتیجه را کاردینال بالسترو در 13 اکتبر 1988 به طور رسمی اعلام کرد و از آن پس تا کنون واتیکان چیز دیگری در این باره نگفته است. وقت ما به پایان رسید. با این حال هستند کسانی که دست از خرافه و دروغ بر نمی دارند و عجیب است که تعصب و ایمان کور دینی زبان منطق و دانش نمی شناسند.